سری نه فکر من نه خود نه دیگرونی نه کافر نه مسلمونی نه گبری کی هستی و چی هستی فقط خدا میدونه حله ای معما منو کرده دیوونه نه فکر من نه خود نه دیگرونی نه کافر نه مسلمونی نه گبری بیا دواست. یعنی به عبارت هروئین شوخی هم نداره با کسی. من که خودم تا حالا جرئت نکردم نزدیکش بشم، ولی شما دل دریاس آق منصور. حواسم هست. شما که همیشه حواست هست. یه فکری هم برای دخترت کردم. توش نکن کاکو، خیره. فعلا بیا برو بکش سرحال بشی، بعدم با هم حرف میزنیم. بیا ببین، میخوام هرچی هنر داری خرجش بکنی. یا به چشا خستم خسرو خان. آباری کلا، من میرم سراغ منقلو. کاش همون منقلی میموندی منسو. چطور تحویل بگیر؟ ببین دستش چیه؟ برو بقیهش رو بابات یادت بده. اجازه بدین تو رنج خانم؟ اسم منو نیار، اسم منو نیار. نوچاتو بردار، گمشید برید بیرون. نوچات؟ گمشید برید بیرون، مگه نمیشنوید؟ گمشید، گمشو برو بیرون. گمشید عملیا، بدبختمون کردین، بدبختمون کردین. شما الان عصبانی هستید. بدبختمون کردین. بچه 8 سالش نشده هنوز، ببین دستش چی بود. مامانم دق مرگ شد از دست شما، بدبخت کردین اینو. گم شو. اجازه بدید. بیرون، بیرون، گم شو. بچت بلد نیست پرش کنه، بیا براش پرش کن، بده دستش. خاک بر سر ما، خاک بر سر تو طاهر. ببخشید اشتباه کردم دیگه، این کار نمیکنم. طاهر، طاهر، طاهر کجایی؟ طاهر بلش برون تو نبی. کجایی هستی ها؟ کجایی؟ تا مثلا باش خواهی نه باشی. کجا میری تاهر؟ بیا بیرون، بیا بیرون. دست روی این بچه بلند نمی کنی، دست روی این بچه بلند نمی کنی. به اندازه کافی داد زدی، خفه شو. به اندازه کافی آبرومو بردی، به اندازه کافی و پایین عربده کشی. تاهر
بیا پایت دست میگیری ها؟ مهمونای من از خونه بیرون میکنی؟ میای پایین همه چیو به هم میریزی؟ آره آره من حالم خیلی هم خوبه. خفه شو حرف نزن خفه شو. طاهر بیا بیرون. طاهر طاهر من کاری ندارم فقط بیا بیرون. فردا فردا میخوایی باشه؟ فردا که خواستی با او طول سگ فرار کنی بری تهران ها فکر کردی نمیدونم فکر کردی نمیدونم توهمه این بچه یاد دادی که بگی قبول نکردی ها فکر کردی من نمیدونم توهم من توهم میزنم او پایپورم تو دستش دادی خفه شو دارم حرف میزنم او پایپورم تو دستش دادی که منو بخوای خراب کنی ها طاهر طاهر بابا بیا بیرون میخوام چند تا سوال ازت بپرسم میخوای منو خراب کنی ها میخوای منو بازی بدی بچه خاک تو سرت او خسرو درست میگفت خسرو راست میگفت خاک تو سرت منصور خاک تو سرت منصور خاک تو سرت یالف بچه ببین چه کار آبروی منو تو زیر زمین میبری ها خسرو راست میگفت خسرو دست به من نزن دست به من نزن باشه خسرو میگفت من خونه رو باید بفروشمش باید بفروشمش تو واسه من میری کار میکنی ها چی گفته تو بری کار کنی چی گفته تو بری برای من کار کنی ها تو یک حارب شدی که حتی دیگه شیرازی هم میگی یادت رفته حرف بزن خفه شو خفه شو خفه شو خفه شو کی گفته لازم نکرده بری کار کنی لازم نکرده بری کار کنی باشه بابا جان خود کار کن یا بار کار کن یا بار کار کن یا بار کار کن بیا برو با اینا کار کن کار کن بیا برو خرجی بیار لعنت چه برو برو بیا برو خرجی بیار بیا برو کار کنی بیا برو کار کن بیا بیا برو کار کن بیا برو کار کن برو خرجی بیار سرتون یکم بالا باشه اینجا رو نگاه کنید آقای ابراهیم زاده ممنون خانم برنی شما میدونی این اتفاق بوده این بعد واسه یه اتفاق میخوایی من اخراج کنی؟ حالا اخراج میخواییم بکنینم حقوق هم واسه چی نمیخواییم بدین؟ عکسای دوتا مراسم به فنا رفته دختر خوب از من شکایت کردن برو خدا تو شکر رضایت دادن دوباره بریم آرشگاه که دوباره ازشون عکس بگیریم طلب تو هم از مؤسسه میره جای هزینه آرشگاه مجدد من خودم خسارت اونا رو میدم اخراجم نکنین دیگه چرا متوجه نیستی؟ مفهوم این اتفاق اینه که عکاس مؤسسه جای امنی زندگی نمیکنه. معلوم نیست هارد بعدی که خورد میشه عکس کدوم مشتری توش باشه همه که مثل این دوتا نیستن یه بار دیگه عذاب آرشگاه باقا آتلیه رو تحمل کنن من قول میدم خواهم برای این دیگه اتفاقی نیفت اونی که هارد و لپتاپ و شکون چی؟ اونم قول میده؟ خان بیانی من اصلا فکر نمی‌کردم شما با من این شکلی حرف بزنید. خودت هم می‌دونی من هیچ مشکلی با تو ندارم. حتی بعد این اتفاقم معتقدم تو عکاس خوبی هستی. ولی من نمیتونم به خاطر مسائل خصوصی تو اعتبار مؤسسه‌مو به خطر بندازم. خیلی خوب یعنی به همین راحتی هیچی به هیچی دیگه تموم شد همه چی.
دستتون درد نکنه. من خیلی دوست داشتم یه نامه رضایت از کار برات بنویسم بری جای دیگه، ولی اون کارم نمیتونم بکنم. اگر به هر دلیلی فکر میکنی در حقت ظلم شده، میتونی بری اداره کار، اتحادیه، دادگاه یا پاسگاه یا هر جای دیگه. خیلی ممنون، لطف کردین. خیلی آقا اگه میشه برید دنبال این موتوری. چی خانم؟ دنبال این موتوری اگه خانم میشه. من دنبال دردسر نیستم، کرایه مو بهت برم. آ دردسر چیه بابا؟ ما آقا لطفا برید الان گمش میکنم. با فرق داره یه شب یه خانم سینما مش روز بعد نبینید. قیامت شد قیامت. این که طوری کردم. یادش بخیر اینجا یاده تو هست کجا؟ اگه میشه اینجا رو یادم بره چقدر اینجا اشغال کردی؟ امروز هم یه برنامه برای چیدم توپ حال کنی ها دمت بفرما بفرما آقا اگه میشه بریم جلوتر دور بزنیم دروینه. چش. ببین قول دادی یا. چش. چش. بفرم. آبجی اینجا خطرناکه. آقا گفتم که در اختیار حساب میکنم. خدای شکرت. در اختیارم که به ما میخوره ایتوریه. اسیر اشتباه نکن. دلتم روزی یه جوره. با عشقم نبگوره. دلتم روزی یه جوره. پایشم لبه گوره نمیخوامد مگه زوره نمیخوامد آقایون داداشا رفیقای گل خودم ببینید کیو بردم امروز براتون جناب گل گلاب آقا منصور قادری خوب خوبا دست قشنگره بیا برای
بفرما بیا بشی باره تو کنه بیگه امیده و سردی در بسته نداره آره برو با جایی توی این دل خسته نداره بستم هرچی تماشا کردم همو بسته تو دلم جا کردم بستم هرچی ستم کشیدم مگه من جونمو پیدا کردم مگه من جونمو پیدا کردم دل برم رو کمونی نازنین و مهربونی نمیخوامت تو رو خدا ما رو گرفتار نکن کرایه منو بهت برم خودت هم پیاده شو هر کاری دوست داری بکن نه ترس آقا نه ترس الو صد و ده؟ دم شما گرم هم بزن دم شما گرم منصور آقا منصور برای امروز دیگه بسته یادت رفت چه قولی به من داده بودی؟ حرف زدیم ما بابا زیاده روی نکردم که زیاده روی نه که کاش زیاده روی میکردی داری چارنل میری قربونه این تون رویه دیگه ای خوش خوش بریم دو کلون باید حرف دارم حرف؟ حرف داری؟ نه بالاخره یکی اینجا پیدا شد با ما حرف داره خوش خوش مسخره بازی در نیا خوش بیا کارت دارم بگو امو چه خبرته؟ الان میزونی؟ میزون بهشت خسرو بهشت چرا این دوا رو از اول ما نداده؟ منصور حواست باشه دوا تا تو جیبت دواست وقتی بیاد رو زرورق قاشق میشه هروئین ببین کی بهت گفتم هروئین شوخی نداره خیلی خوب باشه باشه الان حرفای خوب بزن الان زده حال نزن حرفای خوب بزن اه چطور دختر جنابالی که تو جنب همه ما زده حال زد صدا در نیمن خسرو من خودم مصیبت زدم مفلس مفلس بیچارم ببین فتنه دختر سرتق جنابالی حالا حالا ادامه داره ببین کی بهت گفتم از طرفی فکر کنم تو خودتم ضعیف شدی ها ضعیف کدوم مرد حسابی چی داری میگی خب دخترم چی کارش کنم بکشمش قرار گذاشتیم که کاری به کار هم دیگه نداشته باشیم من اینطوری نبینا زدم هر چی دار و ندارش که بود خورد و خاک شیر کردم بهشم گفتم که از فردا حق نداری بری سر کار حق نداری بری سر کار آفای کلا معلومه به حرفای من فکر کردی آفری همینه تو رنجم فردا پس فردا آرومتر میشه خونه هم میفروشه دلم نمیخواد دستم جلوی دخترم دراز کنم از طرفی دیگه یک قرونم تو بساطم نیست مفلس هم قصر مفلس که بد نیست بعدم خودتو جمع کن داداش خونه داری میلیون میلیون میفروشی یه تجارتی کاسبی چیزی یا اصلا چویدم نفروختی ها خرابش میکنیم یه برجی پاساجی چیزی ها ولی اگه نشد چی خسرو فقط با سرمو بذارم زمین بمیر تو گفتم حرفای خوب بزن خسرو حالا تو این موقعیت چرا نمیزد حال میزنی ها واسه مینم امو ای یه راهی باشه که هم خونه تو داشته باشی هم از دست قرقرا و اعصاب خردی دخترت راحت بشی هم پول جنس و مواد و زندگیت برسه هم آقا و سرور و سالار خودت باشی ای همچین راهی باشه حرف خوبه یه حرف بده فهم چرا داری اذیت میکنی خس چه راهی؟ چه راهی؟ اذیت کدومه مرد؟ من مدت هاست میخوام باهات حرف بزنم منتظر فرصت گفتم چهل زنت رد بشه خس تو خیلی داری حرف میزنی نپیچون حرفتو بگو امو ببین میخوام حالا که کریم از خدا بی خبر جا زده راستش صفت این کریم بیست من دارم براش ببین
میخوام ای قابل بدونی، ای اجازه بدی، تو رنج ازت خواستگاری کنم. چه غلطی کردی؟ چه غلطی کردی الان خسرو؟ دی نگفتم که باستمینه کجا میری؟ سویچ موتور تو بگم. میگم کجا میری؟ کسی ربطی نداره، سویچ موتور بده من. من دیگه منصور خانومم نیستم، بده من سویچ ها. باست تا منصور با هم میری. منصور با تو اما نمیدونم یه های بر خود شد. مشغول شو، اون داره دنبکت در را قلن یه سر صدای باش. بفرمایید. تا اولین کلانتری کلی رای خوب طول میکشه برسن. من میگم ما بریم. میریم آقا، میریم. باش بریم. خانم باباتونم که رفت به سلامتی. میگم ما هم بریم دیگه. یکم بذاریم بری جلوتر بعد میریم. الو خسرو، مامورا ریختن تو محل، مستقیم دارم میان سمت شما. جمع کنید، جمع کن. خانم بریم دیگه، پلیس هم که دارن میان. صلاح نیست اینجا بمونیم، بریم. برو Mama.
گفتم همه چیو دیگه. یعنی الان تو فکر رفتنی؟ آتی مامانم بود تو میگفتی برو، الان میگی تو فکرشی؟ تو رنج، الان وضعیت فرق کرده. آره فرق کرده، الان داغون شده وضعیت. ناشکری نکن. من همیشه تو فقط بعدی هر چیزی رو بگی ناشکری نکن. وضعیت من نمیبینی؟ پاشو بیا خونه ما. اصلا شیراز نمیخوام بمونم دیگه. متر به متر رفیقای بابا هم. بعدش هم خونه شما اینقدر انرژیش خوبه، نمیخوام بیام بریزمش. ای بابا این چه حرفی میزنی؟ مامان منو که میشناسی که. آره چون میشناسمش میگم دیگه، نمیخوام ناراحتشون کنم. تهران میخوای بری پیش کی؟ با این دوستت شادی حرف زدم، گفت بیا اینجا. طاهر چی؟ میذاریش میبریش میذاریش پیش خالت؟ اصلا به خاطر طاهر میخوام برم، خودم بودم که نمیرفتم. اصلا وصیت مامانمه. کدوم وصیت؟ بهم گفت اگه بابات نتونست و من نبودم طاهر رو دور نگهدار. دور یعنی تهران؟ حالا دوری که من میشناسم آتی تهرانه دیگه. اگه تو یه جای دیگه میشناسی بگو ببرمش اونجا. بابا چی؟ اون که اصلا فکر کنم از خداشه. بهش گفتم گفت برید به جهنم. اصلا آتی نمیشناسمش، انقدر ترسناک شد. نگو نگو، بعدا دلت واسه همین بدیاش هم تنگ میشه. حالا تا بعد. پیمان چی؟ اونم باش قرار گذاشتم حرف بزنم. من پاشم تو برو به ورزشت برس. نه بابا کی خواست ورزش داری دیگه. ناراحتت کردم ببخش. حرفی میزنی؟ من شربت بیتمنش با توخ شربت. یه چای نعنا. الان آماده میشم. ممنون. تشکر. خب میگفتی پس میریم تهران عقد میکنیم دیگه. نه تو متوجه نشدی باز که من که گفتم بریم عقد کنیم. من گفتم من نگران طاهرم. چه؟ که پس فرق نشه یکی این بابا یا بدتر مثل رفیق رفقاش. خب ستایی میریم. اصلا ستایی فرار میکنه. تو کی میخوای بزرگ شی پیمان؟ فرار چیه؟ اون فقط داداش من نیست که، پسر اونم هست. من هر جا برش دارم ببرم اسمش آدم دزدی، اسمش دیگه فرار نیست. تو با حرفات منو گیج میکنی. درست حرف زمینم چی تو سرته؟ نمیدونم. نمیدونم دارم دیوونه میشم، هزار تا فکر تو سرم میچرخه، نمیدونم چی کار باید بکنم. من خیلی سخت شونم پیمان، نیستم؟ من هر بلایی سرم اومد تحمل کردم. انصراف دانشگاه، خرکاری بیرون، بیگاری توی خونه، وضعیتی که بابام درست کرده برامون. مامانم دق کرد. ولی اون لحظه که پایپ دست طاهر دیدم پیمان دیگه داغون شدم، واقعا دیگه داغون شدم. گذشته دیگه. من مطمئنم ما با هم یه راه خوب پیدا میکنیم. راه خوب ممنون.
بابا کلی زحمت کشیده دخترت نمیخوری؟ بابا اگه ما با هم صحبت نکنیم این هم دورتر میشیم. من شاید آخر هفته برم اینجا. چه مدتشو نمیدونم اما یه مدت باید برم. یه جوری برای همه اون بهتره. اگه اجازه بدین طاهرم با خودم میبرم. الان لازم نیست جواب بدین. هر وقت فکراتونو کردین بعدم با هم صحبت میکنیم. ترنس تو گوشتاتو نمیخوایدی؟ نه. ترنس میگم تهران خیلی بزرگه. برم بیام بهت میگم. نه الان بگم. آره خیلی بزرگ. شهر بازیاش هم خیلی بزرگه. شهر بازیاش هم خیلی بزرگ. ترنس تو چرا بابا با شیرازی حرف بزنی؟ برای اینکه بابا دوست داره با شیرازی حرف بزنی. الو خسرو.
سلام. آره شمرت. بعد طرف خسرو اومدم. کدام خسرو؟ خسرو خوزانی بنگاداره. خسرو خوزانی. خب خسرو گفت همیشه یکی جنس میگیره که یه اطراف میچرخه. بود که من دیدم شما اینجا نشستی، یعنی میچرخی، اومدم یه سلام علیک کنیم. خب چی میخور؟ چقدر میخور؟ شیشه دوا، هرچی کشم. هرچی؟ ها هرکالو. یا تو خیلی پرت یا همون یا خیلی وارد. چقدر پول امروته؟ خیلی محلا حالم خیلی بده، پول ندارم. رفتم دم بنگاه خسرو، خسرو ببینم نبود. تو حالا ایدو بده من با خسرو تماس میگیرم. نشد دیگه. خود خسرو هم میدونه من به خودش هم جنس نسیه نمیده. این بنگاه خسرو قبلا فرش فروشی من بودم. تو یه امروز کار ما رو بزن. ای وای من نمیدونم چرا این روزا هر کی خماره، قبلا پولدار بوده الان هم جنس میخواد. حالا یه امروز کار ما رو را بنداز. اصلا میدونی چه؟ برو قبلا که میلیاردر بودی بیا. آمو طلا نداشت تو نبودی همه رو باید فروخت. بگو بیش صفت از من به تو کم رسید و خودتو قایم کردی؟ قسم نخور من خبرش دارم که از محله که جستی. آره اون شاگرد دم بهم دستی ندار. نه اون ساقه پدسته که دمت جد دهنش دقمت به این کن. حالم خوش نیست. بگو جان منصور نوکرت. آره نه بفرستش بیاد نه خونم، فقط پول ندارم. میگم پول ندارم. خیلی خوب باش. آره خبر مرگم خورم. بگو قول. چه قولی؟ خیلی خوب، من الان اصلا حالم خوش نیست. میگم من الان اصلا حالم خوش، نمیتونم حرف بزنم. قول خماری که قول نیست. بله قول نشگی هم قول نیست، فقط حکمتش فرق داره. توی پکشادی رو بفرستش بیاد، بعدم با هم حرف میزنیم. نوکرتم میبینم جگرت لهش خوینه. زودتر میگفت طاهر بابا بارو درس و مشقتو بخون دیگه. سرکلمون رفت. چیکار؟ بفرما تحویل بگیر. این فهمیده ها میداره هر غلطی که دلش میخواد میکنه. برو تو طاهر، واسه مالخر شکسته و سالمش فرق نمیکنه. واسه شما هم اگه فرق داشت نمیزدی زیر بغلت ببری بیرون. واسه منم که کلن دیگه هیچی مهم نیست. اولا داشت که من اینا رو داشتم اصلا به تو چه؟ مالم اختیارشو دارم. بعدش هم میگه قرار نشد که کاری به کارم دیگه نداشته باشه. کاری به کارم نداریم. من هم زودتر میرم کلا هر کاری دلت خواست بکنی.
فقط کی و چه جوریشو هنوز نمیدونم. طاهرم با خودم میبرم. تو غلط میکنی، میگه دست خودته. تایی تکون میخوره. طاهر سر بزرگی به چشم رو. کم زحمتتون کشیدم؟ فکر کردی از زیر بوته عمل اومدی؟ کور بشه کسی که زحمت های شما رو نیده باشه. ولی ما هم کم پات وای نستادیم. صد بار خواستیم برات گردونیم نخواستی. الان هم نمیخوای. ای کاش میخواستی. ای کاش نگاه به خودت میکردی. ای کاش نگاه به یادگاری های مامانم میکردی. این قضیه قرار نیست اینطوری بمونه. امون بده، من خودم درستش میکنم. فقط یه امروز دندون رو جگر بذار. یه امروز ساکت باش. همیشه واسه شما امروز، همیشه هم از فردا میخوای همیشه رو درست کنی. یه امروز ساکت باش. باشه؟ یه امروز شما گوش کن. مامان من قبل از این که بمیره به من یه وصیت کرد. یه وصیت. گفت فقط طاهر. به من گفت، نه به تو. میدونی که واسه چی؟ بس ترنج، بس تمومش کن. بابا، به خدا این خونه برای طاهرم نیست. به خدا این خونه برای طاهرم نیست. بزو ما بریم. من حالم خوش نیست. چرا متوجه نیستی؟ بزن سگ بسته بود بیارن. من حالم خوب شه بعد. حالم خوش نیست، میفهمی؟ حالم خوش نیست. این طاهر یادگار مامانمه، این این شمدونا. ولی نمیذارم مثل اینا زیر دست و پای تو بشکنه. از این خونه میبرمش. نمیذارم. کجا رفته بودی؟ سر حال شدی بزنم به تخته؟ متلک نگو بچه. پرسیدم کجا بودی؟ نه ترس، مال تو نبود. از مامانم خریده بودمش. یه قسطش خرج کفن و دفن خودش شد، یه قسطش خرج شما. خیلی خوب، شما اصلا کارت درسته. هیچ حرفم نداره. پرسیدم کجا رفته بود. گفتم پس فردا نیستم میدیشینم دست مالخر. رفتم یه جا امانت گذاشتمش. مار زبونتون نیش بزنه. پس فردا نیستم. تو از که اینقدر خود سر شدی دختر؟ به هر حال من که دارم میرم، باید حواسم باشه دیگه. یه مدت بالا سرت نبودم، سرخود شدی. همین روزا میفرستمت عروس خوزانیا بشی، بلکه اونا آدمت کنن. آره. چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. چی گفتم؟ حرف حساب زدم. خواستگار خوب برات پیدا شدی، میخوام شوهرت بدم. طاهرم عین دستگل، من خودم بزرگش میکنم.
اون مردی که کفتار و تو بجن که بذاری تو دهنش. بابا ای خدا چی کار کردی با خودت؟ تو انقدر بیغیرت نبودی بابا؟ بسه بسه، خلاف شهر که نکردی؟ دیده خواستگار تو زده میخواد ثواب کنه. این همه سال هم واسه ثوابش اومد و رفت. اونا مردم نشون، منطقی باش. خسرو مرد خوبیه، فامیلم که بشیم دیگه سر من کلا نمیذاره. من دخترتم، منم داری میدی دست مال خر ببره؟ مالت اختیارشو داری ها؟ برو بابا منو نگاه کن. بابا با تو هم داد نزن، داد نزن، همش پرید. بذار منو طاهر بریم. بابا تو رو خدا بذار منو طاهر بریم. میخوای بری؟ برو برو هری بدبخت. من به خاطر خودت میگم که نری ویلون و سیلون و قربت بشی. خواهی بری هری؟ اصلا همین الان برو. چه سفید، فکر کردی اگه نباشی من بد میگذره؟ اصلا همین فردا این خونه رو میفروشم، با پولش پادشاهی میکنم، با سلس پولشم اینجا رو رن میکنم ده ساله، با باقیشم عیونی میخورم، عیونی میپوشم، عیونی میگردم، عیونی هم میکشم. از فردا این زیر زمینم میشه منقل خونه، هر کیم بخواد حرف بزنه من میدونم. اون من شیف کردم رو دوا که بعدش شیف کنم رو تریاک که بعدش این سیگارورم نکشم. بچم این اختیارتونو دارم، هر کاری بگم میکنی، هر کاری، هر کاری که من بگم. اینجام خونمه، هر کاری دلم بخواد باش میکنم. اصلا دلم میخواد خونمو به گر بکشم، دلم میخواد خرابش بکنم، دلم میخواد همه چیزو خراب بکنم. هر کی میخواد حرف بزنه با من طرفه. میشتم این چیزو تورنج جن. من میترسم. هر کیو ناراحته. هری عزیزم نه ترس، من پیشتم، من همیشه مواظبتم. تا منو ببین پیمان.